دوستان عزیز شبتون بخیر. با سلام، اونطوری که آقای جمالی قول دادن بیوگرافی کوتاه باشه، آنچنان هم کوتاه نخواهد بود. ما سعی میکنیم که دیدی که از فروغ داریم به یه شکلی یکم شاملتر و گویاتر بتونیم زندگیشو، جنبه‌های مختلف شخصیتشو براتون روشن بکنیم تا جایی که ما تونستیم بفهمیمش. امشب میخواهیم با به سفری کوتاه به ایلاق شعر و چادر کولیوشی برویم شیدا و دمی مهمان او باشیم و در کنار اجاقش بنشینیم. او ای که هیزم آزادگی بر آتش زنانگی نهاد و در عرابه‌ای پر از گلهای درد بوسه بر مخمل سیاه شب زد و اریب به نوار ستارگان شرمگین آتش زندگی آورد و گرد زمین، گرد زرین آسمان سرمه چشم زمینیان کرد. از گناهان گذشته ها ننالید، دستهایش را در باغچه های شهر کاشت تا سبز شوند. اویی که خوشه های نارس گندم را به زیر پستان هایش میگیرد و شیر میدهد. میخواهیم پرده کوتاه از زندگی شاعری بیپروا را به رسم درآوریم که یکی از بارزترین نمادهای مدرنیته در ادبیات اجتماعی به حساب میآید. عشق منشأ همه انگیزه های انسانی است. دوستی، مهربانی، یاری، بینش و آگاهی، چالش، مسئولیت پذیری و تجربه و به آدمیت رسیدن در تجربه روزانه انسانیت همه جلوه های عشقند در این چرخ کبود. فروغ میگوید شعر چیزی است که عامل ظرافت و زیبایی یکی از اجزای آن است. شعر آدمی است که در شعر جریان دارد و نه فقط زیبایی و ظرافت آن آدم. شاعر بودن یعنی انسان بودن. بعضی ها را می شناسم که رفتار روزانشان هیچ ربطی به شعرشان ندارد، یعنی وقتی فقط شعر می گویند شاعر هستند و بعد تمام می شود. دو مرتبه می شوند یک آدم حریص شکم موی ظالم، تنگ فکر بدبخت و حسود و حقیر. می روم خسته و افسرده و زار سوی منزلگاه ویرانه خیش، به خدا میبرم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خیش، میبرم تا که در آن نقطه دور شستشویش دهم از رنگ گناه، شستشویش دهم از لکه عشق زین همه خواهش بیجا و تباه، میبرم تا ز تو دورش سازم ز تو ای جلوه امید محال، میبرم زنده به گورش سازم تا از این پس نکند یاد وصال. ساچ نوچون هر مزلر کلی Oh, okay.
سلام. من چون دیروز سرجری داشتم، ولی خب به واسه قولی که داده بودم و قرار بود که اینجا باشم خودم رسوندم. امیدوارم که اگر نقایصی باشه ببخشید. همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم، آه. من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتناک و هماغوشی، یا نگاه گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و با یک رهگذر دیگر با لبخندی به معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدود است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گل ها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه، سهم من این است. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق بشه، پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره. دوست دارم یه دست از آسمون بیاد، ما
اگه زندگی برام چشم تماشا بذاره، بی تو دنیا نمیارزه، تو با من باش و بذار همه ی دنیا منو همیشه تنها بذاره. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره. شعرهایی فروغ داره، یعنی هر شاعری یک شعرهایی داره که واقعا مثل سور اسرافیل میمونه، برای بیداری آدم هست. و این شعری که براتون میخونم به نام آیه های زمینی یکی از این شعر هست. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریا خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت. شب در تمام پنجره های پریده رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید. در غارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد، خون بوی بنگ و افیون می‌داد، زنهای باردار نوزادهای بی سر زاییدند و گاهواره ها از شرم به گورها پناه بردند. چه روزگار تلخ و سیاهی، نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود، پیغمبران گرسنه و مفلوک از وعدگاه های الهی گریختند و بره های گم شده عیسی
دیگر صدای هی هی چوپانی را در بهت دشت ها نشنیدند. در دیدگان آینه ها گویی حرکات و رنگ ها و تصاویر وارونه منعکس می گشت و بر فراز سر دلقکان پست و چهره وقیح فواحش یک حاله مقدس نورانی مانند چتر مشتعلی می سوخت. دومین برنامه است که من در خدمتتون هستم. برنامه قبلی در نیویورک بودم، نتونستم در برنامه‌ای که مال احمد شاملو بود که از برجسته‌ترین شاعران ایران شرکت کنم و واقعا تبریک میگم به برگزار کنندگان شب‌آهنگ، گروه خیلی آمیخته ای از ایرانیان بسیار عزیز رو در اینجا جمع میکنید و درباره شعر و فرهنگ ایران بسیار عزیز ما که غنای بسیار گسترده و عظیمی در جهان داشته و دارند بررسی میکنیم و به خصوص شعرهای نظیر فروغ فرخزاد، احمد شاملو، سهراب سپهری و دیگران رو معرفی میکنیم. درباره فروغ فرخزاد من چند بار با فروغ فرخزاد در ایران برخوردهای داشتم. یکی در زمانی که ایشون دخترکی بود در محله ما، فکر میکنم خیابان امیریه بود. این صدا خوب میاد درسته؟ نزدیکتر باشن. در اونجا خب بهتر مثل اینکه در خیابان امیریه بود، ایشون دخترکی بودن، در سر کوچه خودشون میستادن، دخترکی خیلی موهای سیاهی سیاه چرده ای و از همون زمان ولع زندگی در این هنرمند آینده، این شاعر و این عارف امروزی آینده ایران مشخص بود. بعدن سالها گذشت، موقعی که ایشون شعرهای خودشون شروع کرده بودن
و در مجله بامشاد که اون موقع مثل فکر من احمد شاملو سردبیرش بود، منم رفت آمده داشتم چیزهایی در اونجا می نوشتم در این مجله. یک بارشون در این مجله دیدم. یک گذر خیلی طولانی داشتیم ما در خیابان سعدی آن زمان که مجله بامشاد تقریبا در اونجا در یکی از محله های اونجا چاپ می شد. از همون زمان که ما گذری طولانی داشتیم در اون خیابان سعدی، نشانه های از این که تحول فروغ و فرخزاد از شعر قبلیش و دوران قبلیش و اون دوران جوانیش و ازدواج قبلیش به دوران فلسفی و عرفان، و اینکه فروغ فرخزاد به کتابخانه های آن زمان ایران مراجعه میکرد و در باره مولانا بررسی میکرد و غرق آثار مولانا بود. صحبت طولانی که با هم داشتیم. بار دیگه که من فروغ فرخزاد دیدم، ایشون صرف نظر از اینکه فیلمساز بود و یک نکته جالبی هم باید خدمتتون عرض کنم که نقاش خوبی هم بود، کتابی که من منتشر کردم به نام گذری بر زمان که انشاءالله در ماه آگوست آینده در اینجا معرفی خواهد شد، یک نقاشی که از فروغ فرخزاد از سهراب سپهری کشیده، خیلی هم قشنگه، در این کتاب منعکس شده. بار دیگری که گفتم ایشون رو دیدم موقعی بود که در تئاتر بازی میکرد. ایشون به نام شش شخصیت در جستجوی نویسنده، خانم پری صابری، یکی از بهترین کارگردانهای تئاتر ایران، این اثر رو در ایران، اثر پیراندلا رو اجرا کرد، نقش خیلی مهمی هم به همین فروغ فرخزاد داده بود. بعد از این برنامه فرصتی شد که با هم در خانه‌ای که من اون موقع در خیابان فردوسی داشتم بریم مدتی با هم صحبت کنیم، و واقعا لذت دیگری من از صحبت فروغ فرخزاد بردم. بار آخری که با فروغ فرخزاد نه با خودش بلکه با شعرهایش تماس داشتم، ضیافتی در خانه من تشکیل شده بود، دی از شعرها و نویسندگان بودن و گروهی که از مزار این بانوی بسیار ارجمند و فرهیخته ایران برمیگشتن. یک هفته بعد از درگذشتش بود که اینجا صحبت شد و اغلب شعرها و نویسندگان بودن و در واقع حضور مجدد منتها این بار خیلی عالی تر غیر از خودش، روحش، روانش و انسانیتش و اون شعرش. یک بار دیگر هم اتفاقا در همین لس آنجلس در فکر میکنم سالهای اوایل دهه 80 بود که من آمده بودم اینجا تازه و خانم پری صابری هم میخواستن نمایشی از فروغ فرخزاد به نام من از کجا عشق از کجا. این من از کجا عشق از کجا در واقع یکی از اشاره از مولاناست در یکی از اشعار غزلیات مولانا، غزلیات شمس مولانا، و ارتباط همین فروغ فرخزاد با عرفان ایران. نمایش خیلی مدرن و خیلی بسیار زیبایی بود، من تهیه کنندش بودم، ایشون هم کارگردان بودن، در همین لس آنجلس برگزار کردیم. ایشون بعدا انگلیسی این نمایش هم به اجرا گذاشتن. البته خانم پری صابری الان در ایران هستن، خوشبختانه همچنان موفق هستن و کار میکنن. به تو میگم که نشو دیوونه دل، به تو میگم که نگی بهونه دل، من دیگه بچه نمیشم، آه دیگه بازی چه نمیشم.
جرفتی پا گذاشتی به خدا من رسوا کرده یه همه جا مشتما با کرده یه اینه به غم زمون اینه هر جا رفتی با بزاشتی میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم من دیگه نگاه کن نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراره ای مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام می کشد نگاه کن نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایه سیاه و سرکشم اسیر دست آفتاب می شود اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام شراره ای مرا به کام می کشد به آج می برد مرا به دام می کشد نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود پر از شهاب سرزمین آبرها سرزمین دورها نشانده ای مرا به زورقی زوجها زبرها مرا مرا ببر امید دل نواز من ببر به شهرها ببر به شورها و شعرها به راه پر ستاره می کشانیم پر ستاره می کشا
ستاره می نشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن که غم درون دیده آن چگونه قدر قدر آب می شود، اسیر دست آفتاب می شود، اسیر دست آفتاب می شود. چه دور بود پیش از این زمین ما، به این کبود قرفه های آسمان. کدون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرپا، مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطر قطر آب می شود، صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبا و لب از شراب خواب می شود. به روی گاه واره های شعر من نگاه کن، تو می دمی و آفتاب می شود. نمیدانم چه میخواهم خدایا، به دنبال چه میگردم شب و روز، چه میجوید نگاه خسته من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. به جمع آشنایان میگریزم، به کنجی میخزم آرام و خاموش، نگاهم قوتور در تیرگی ها، به بیمار دل خود می دهم گوش. گریزانم از این مردم که با من به ظاهر همدم و یک رنگ هستند، ولی در باطن از فرط حقارت به دامانم دعا
دو صد پیرایه بستند. از این مردم که تا شعرم شنیدند، به رویم چون گلی خوشبو شکفتند، ولی آن دم که در خلوت نشستند، مرا دیوانه‌ای بدنام گفتند. دل من، ای دل دیوانه من، که می سوزی از این بیگانگی ها، مکن دیگر ز دست غیر فریاد، خدا را بس کنین دیوانگی ها. حال که به قسمت پایان برنامه رسیدیم، خواستم که تشکر و سپاسی داشته باشیم از مدیریت کافه نادری و کارمندان اونها که همچنین امکانات بسیار خوبی رو در اختیار گذاشتند. خواستیم مجدداً سپاس بگذاریم از تایم تی وی و خانم سیمین تهرانی که ایشون در چندین برنامه‌های گذشته زحمت کشیدن و برنامه‌های قبلی شباهنگ را تصور می‌کنم که ایشون کارمنداشون و خودشون و واقعاً به عنوان یک تلویزیون معتبر در شهر لس آنجلس به کار خودشون ادامه میدن و با زحمات زیاد کار بسیار بسیار مشکلی رو به انجام رسونن. خانم سیمین تهرانی، مجدداً با سپاس و تشکر از حضور شما لطف فرمودید. خب دوستان عزیز، تصور میکنم که شب رو به آخر برسونیم و در برنامه بعدی شباهنگ، همونطور که حضورتون اطلاع دادیم، از طریق فیسبوک یا ایمیل و یا به صورت‌های آگهی‌های دیگر در اطلاع قرار خواهید گرفت. شب همگی به خیر و روزهای بسیار درخشانی داشته باشید. خواهید.
بدونه، دل نمیدونه چه کنه با این من. آی نازنین مریم بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم مرو، بیا سر کارمون بریم درو کنیم گندم رو، بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم مرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم، نازنین مریم، نازنین مریم.